امروز درس هفتم از تعلیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر رو داشتیم و خدا شکر بکنم که خیلی باعث برکت شما شده این نگاه میکنیم برمیگم در خدمت هستیم بله در نام عیسی مسیح میریم و امروز درس هفتم رو ادامه میدیم هفت درس گذشت ما جزی قبل با هم دیگه نگاهی کرده به نمادهای اصلی که در کتاب مکاشفه هستن و دیدیم که نمادهای دیگه هم میتونه داشته باشه ولی هفت نماد اصلی وجود داره که اگه ندیدید حتما این درس رو در تلگرام ما ببینید با همین آیدی ای باغستانی یا در یوتیوب ما ببینید که با آیدی ای باغستانی هستش که مطمئنم باعث برکت شما خواهد بود ولی علاوه بر نمادها ما راجع به بخش جدیدی میشیم که احتمالا دو سه جلسه راجع به این صحبت میکنیم سعی میکنم طوری ترتیب بدم که آخرین جلسه رو را کریسمس صحبت کنم یوحنا در کتاب مکاشفه در فصل اول از مخاطبین خودش میخواد که به نبوت زمانهای آخر توجه داشته باشن یوانا در جزیره پتموس ترکیه فعلی و من نشترستم تا حالا برم اونجا رو ببینم ولی خوش کسی که اونجا میتونم برنگ این کار بکنم. ما هر دفعه بریم ترکیه انقدر سرمون شلوغی که اصلا نمیتونیم بریم بگردیم ولی در اونجا نبوت ایسای مسیر راجع به زمان آخر دریافت بکنه و در کتاب مکاشفه در باب ب... در 21 باب برای ما می نویسه. ولی میخواد که ما توجه داشته باشیم یوحنا رسول حقایق را در مورد استاد خودش یعنی عیسی مسیح که با او سه زندگی کرد میدونید که نزدیکترین شاگرد به عیسی مسیح هم بود به احتمال قوی بیان میکنه و پاداش پادشاهی که طریقی رو در مورد زمان آخر در کتاب مکاشفه پیشگویی کرده رو برای ما بیان میکنه پس کسی که از اول با ما بودن میدونن که کتاب مکاشفه مال یوحنا نیست یوحنا نویسنده است در گذشته اشتباه بوده که افراد میگفتن این مکاشفه یوحنا رسول مکاشفه عیسی هستی که به یوحنا داد در واقع این حقایق برای مجهز کردن کلیسا هستن چه در 2000 سال گذشته یا کلیسا اولیه زمانی که یوحنا خود زندگی میکرد میدونید که آخرین شاگرد بود به احتمال قوی که جان شاید دست داد و بودش تا آخر چه در این 2000 سالی که تا امروز گذشته کلیسا باید مجهز بشه برای چنین دورانهایی حالا در خیلی از اعثار و دوران کلیسا واقعا تجربیاتی رو که یوحنا بهش اشاره میکنه رو چشیده ولی زمانی که بیشتر تمرکزش در کتاب مکاشفه هست هنوز بهش نرسیدیم و احتمالا به زودی اتفاق میفته من امروز سعی میکنم دو بخش از این مسئله رو با شما در میون بزنم بخش اول فصل اول مکاشفه معموریت یوحنا رو برای نبوت نشون میده هر کدوم از شاگردان رسالتی داشتن یوحنا سر رساله بنویسه یوحنا انجیل یوحنا رو بنویسه ولی رسالتش بود که این نبوتی رو که مسیح داره رو برای مخاطبینش یادداشت بکنه بنویسه و این کارو میکنه و با اینکه خیلی جفایده بود که در روغن داغ یک بار و شکنجاش کردم ولی وفادار بود به عیسی مسیح اگه خوب مشاهده کنیم ماموریت یوحنا بسیار مقتدران است با ضعف نیستش با اینکه جفا دیده بود با اینکه شواهدی رو که بهش اشاره میکنه در کتاب مکاشفه در بسیار از اوقات تحت جفا و سختی هستش ولی و مشکلات که در زمان دجال خواهیم دید یا مثلا بعدا که شیطان میاد برای این زمین میتازه و با مسیح نبرد میکنه ولی مقتدرانه راجبه این مطلب صحبت میکنه و خیلی مهمه که ما بدونیم که کلیسا شکست خورده نیست خداوند ما هرگز شکست خورده نیستش عیسی مسیح وقتی رو صلیب گفت تمام شد سر شیطان رو کوبید چنانکه که در کتاب مکاشفه باب سه آیه 15 خداوند این پیامو داد که فرزند از نسل زن میاد و سر شیطان رو میکوبه و او از مریم باکره به دنیا آمد که به زودی جشن میگیریم با هم میگه دوباره ولی مقتدران است اینها حقایقی حقایق هستند که پیام میکنن اینا شعر نیستن ضرب و نیستن بگیم که فقط مثل حافظ و سعدی داره ذر و میگه بلکه حقایقی که به تحقق پیدا کردن یا به تحقق پیدا خواهند کرد اینکه چگونه خداوند افراد رو برای یک فراخان رسالتی نبودی میگمارد رو در این کتاب ما میبینیم خداوند برای هر کس رسالت داره سعی نکنیم که ادای کسی دیگر در بیاریم اگر خداوند کسی رو شبان کرده شبانی رو بپذیریم اگر کسی رو نبی کرده نبوت او رو بپذیریم اگه کسی رو معلم کرده مدیریت و معلم او رو معلمی رو بپذیریم پس خداوند داد به کلیسا کتاب افسوسی ها میگه خداوند داد از این شاخه به اون شاخه نریم کاری که ما سپردست رو به بهترین نحو ممکن انجام بدیم به بهترین نحو ممکن بله من دیدم که بعضی این کار رو میکنن ولی بله بعضی هم تا با در اون فیلدی که هستن در اون جایی که خوانده شدن ایستاده و میرن و این برنامه خداست برای شما شما برنامه دیگه برای خود تولید نکنید منم نکنم دلیل اهمیت این مطلب برای ما اینه که فصل اول بخش کلیدی کتاب هستش برای آماده کردن مردم از نظر روحانی برای آماده کردن ما از نظر روحانی خب مردم چطوری میتونن از نظر روحانی آماده بشن اگر ما که سفیران مسیح هستیم از آماده نباشیم پس بسیار مهمه که اول خودمون آماده باشیم. اگه من به عنوان شبان به عنوان خادم خدا آماده نباشم، آمدن اینجا وقت شما رو هدر دادن بافید نخواهد بودش. نمیتونه تاثیرگذار باشه. باید آماده باشیم. اگه من آماده نباشم چطوری میتونم بچه هم به خدا 안내دیت کنم که شکر در مسیح هستن؟ امیدوارم بیشتر روش بکنن. اگر من آماده نباشم چطوری میتونم به همسایم هم بشارت بدم؟ ایران برای مسیح باشه. پس بعد از من شروع بشه از شما آماده شروع بشه پس هدف فقط داشتن معلومات دانشی برای مردم نیستش خیلی ها به این چیزها توجه دارن حالا میخوام ببینم فلان کسک چی گفته فلان کتاب چی گفته فلان رساله چی گفته فلان فیلم چی گفته خودتون الاف از عزیز دیگه برای من یه فیلم و گفت من گیت شدم و دو نفر در این چند روز این کار کردن گیت شدم این فیلم چی میگه باید گوش کنه مثلا یا آقا مسیح نیست چیزی که داره میگه مسیح نیستش ولی داره راجع زمان آخر صحبت میکنه توجه ما باید به چی باشه به کلام خدا نمیدونید شبان دارید از شبانتون بپرسید به همه راحتی سراغ شبانه دیگه نرید چرا سراغ آدم دیگه نرید مگه شبان شما بگه برو سراغ شبان دیگه مگه شبان شما بگه بلد نیستم برو از کسی دیگه بپرس ولی برید و ببینید و بچرخید و پیدا بکنید که چند جلسه اول راجع به موضوع صحبت کردم که ما باید این کار رو انجام بدیم خب گرچه واقعا ما به این چیزا به هم میدیم وقت میذاریم اما یوحنا همچون انبیا چنین پیام دین نبوتی رو برای مخاطبین خودش عنوان میکنه پس این بخش اول هستش که در اون چند تا اول ما میتونیم اینو ببینیم که یوحنا در باب اول به اشاره میکنه اما بخش دوم که میخوایم روش بیشتر بیستیم نامه هستن که به هفت کلیسا گفته میشه که در واقع در باب انتهای باب اول دوم سوم هستش که به میشه این هفت کلیسا اینا هستن کسایی که در ترکیه هستن این هفت کلیسا رو میتونم برم ببینم هفت کلیسا نامورده شده در کتاب مکاشفه باب دو سه هفت کلیسای حقیقی هستن سمبولیک نیستن هفت کلیسای حقیقی که در زمان نوشته شدن کتاب مکاشفه توسط یوحنا وجود داشته برمیگردم دوباره این اسلاید رو نشون میدم خدمتتون اگر چون هفت کلیسا در زمان خودشون بودن که الان اسمشون رو با هم نگاه میکنیم اما میبینیم که اهمیت معنوی روحانی برای ایمانداران رو کلیس های احسار بعدی تاریخ های بعدی دوران بعدی و ما داره پس با هفت کلیسا داره مسیح صحبت میکنه هفت کلیسا بعضیا معتقدن هفت کلیسا به هفت دوره برمیگرده مثلا هر کلیسا برای هزار ساله که کلیسای لابدوکیه بند خدا که وضعش هم خیلی خراب بود کلیسای زمان آخر یعنی <تص> ما ولی به هفت دوران برمیگه ولی هفت کلیسه واقعی بودن که آثار واقعی در ترکیه امروز حساسی سغیر هستش ولی برای ما پیغام داره اولی هدف از نوشته شدن نامه ها به این هفت کلیسا ارتباط برقرار کردن با کلیسای حقیقی و برطرف, برطرف کردن نیازهای ایشان در اون زمان بوده نیازهایی داشتن که مسیح اونها پیغام بده چه خوبه نه که خداوند نیازهای کلیسای خودشون میدونه چون شبان ارشد عیسی مسیحه ماها غلام او هستیم کنیز او هستیم ولی مسیح میبینه هدف دوم این هستش که هفت نوع مختلف از افراد افراد کلیساها را در تاریخ نشون بده و آنها را به سمت حقیقت خداوند رهنمون بکنه و هدایت بکنه پس توجه داشته باشه اما یه هدف دیگه هم داره هدف سوم اینه که از هفت کلیسا برای نشان دادن هفت دوره مختلف همطور که گفتم در تاریخ کلیسا استفاده بکنه مشکل این دیدگاه اینجاست که هر یک از افراد کلیسا از هفت کلیسا مسائل و مشکلاتی رو در واقع بیان میکنن که ممکنه برای هر کلیسا و هر دوره از ات تاریخش اتفاق نیافته ها مثلا چیزی که در کلیسا فیلادلفیا بود لزوما شاید در کلیسا امروز نباشه در بعضی کلیسا باشه ولی اینا مسائلی بود که در کلیسا بنابراین ممکنه با وجود در واقع این فرضیات مختلف هفت کلیسا به هفت دوره تاریخی اشاره داشته باشن اما تمرکز ما بر روی پیامی هستش که خداوند به این هفت کلیسا میده همطور که وقتی مزامیر میخونیم با هم میگه شاید فقط به اون دوران برگرده ولی میبینیم که امروز بسیاری برکت میگیرن خود من برکت میگم الان مزمور 86 رو براتون خوندم برکت میگیرین با که 3000 سال پیش این مزمور نوشته شده 2000 خورده سال پیش ولی میتونیم برای زندگی خودمون استفاده کنیم بهره بریم و فیض رو بریم اما هفت کلیسا میتونی یادداشت کنید اینکه من میگم یا اینکه ازش عکس بگیر اگه میخواد اولین کیسه که ما بینیم به کتاب مکاشفه کلیسای افسوس هستش مکاشفه فصل دو آیات یک تا هفت به این کلیسه اختصاص داده شده که بهش ترکا امروز میگن افس یا افسوس کلیسای دوم ازمیر امروزی است اسمیرنا کلیسای ازمیر که شهری هم به اسمش هستش مکاشفه فصل دو آیات هشت تا یازده به این کلیسه اختصاص داده شده کلیسای پرغامه یا پرگاموس مکاشه باب دو آیات دوازه تا هفته عیسی مسیح به اونا پیام میده کلیسای تیاتیرا مکاشه باب دو آیات هیجده تا بیست و نو دقت داشته باشید که این پیام فقط مال این کلیسا هستش کلیسای پنجم که یوحنا از مسیح پیام میگیره بهشون میگه نام در نامش مینویسه در کتاب مکاشه مینویسه که ساردس هستش مکاشه فصل سه آیات یک تا هفت و کیس محبوب به نظرم ششم هستش و اینکه ششم دوست نداریم ولی ششم دیگه کیس فیلادلفیه فیلادلفیا هستش کیس های هم که الان درش بست شد تو ایران از همین کلیسا اول اس گرفته بود فیلادلفیه باب سه آیه های آی هفت تا سیزده امیدوارم به زودی در ها باز بشه تو ایران و کلیسای محبوب خداوند تمام کلیسای ایران فیلادلفیا بشه اما کلیسایی که خیلی وضعش خرابه یکی از کلیسایی که وضعش خرابه کلیسای لابدوکی هستش مکاشه باب سه آیات چهارده تا بیست و دو پس هفت کلیسا که نامه نیست بخش دوم نامه یوحنا رو در مکاشفه اختصاص داده این نام ها بسیار برای ما حائز اهمیت هستن این نام ها در طی 2000 سال گذشته بسیار بودند که در واقع ازش برکت گرفتن یا یعنی اینکه به طور سمبولیک همین وضعیت رو شاید داشته عیسی به این کلیسا به صورت تمثیلی سخن نمیگه بعضی فکر میکنن کتاب همش سمبولیک هستش نمادی هستش خیلی جاش نمادی هستش که البته ما اشارتی کرده و میکنیم در افتای آینده ولی عیسی مستقیم داره به کلیسا حرف میزنه تمثیلی حرف نمیزنه که اگر عیسی میخواست تمثیلی حرف بزنه میتونست به کلیسا بگه به هفت کلیسا بگه من دارم تمثیلی حرف میزنم در مثل با شما حرف بزنم این نامه ها موضوعات کلیدی رو برای ما دارن تا اینکه ما بتونیم به شرایط که شاید شبیه اونها بوده و هست بتونیم قرار پیدا بکنیم بتونیم درس بگیریم من فکر کنم خیلی مهمه کتاب ما هست وقتی ما میخونیم فقط برکت نیست میتونه یک سرمش باشه میتونه برای ما نمونه باشه درس عبرت باشه و خدا شکر امروزی عزیزی نوشته بود که کشیش خیلی متاسفم که حضرت داوود گناه کرد گفتم خودم متاسفم خودش هم متاسف بود دفنک. در باب 32 و در باب 51 توبه میکنه در مزامیر حضرت داوود و پشیمون از گناهی کرده گناهی فجیعی کردش ولی زیبایی کتاب هست اینه که چون که کلام خدا کتابی کتاب رومیا میفهم همه گناه کردن و جال خدا قاصرن عین واقعیت رو مینویسه این با زمینه فکری ما جور در نمیاد چون به ما گفتن که همه معصوم هستن اما او هم پیغمبر معصوم اون محسوم هم, من معصوم تو معصومی و این دقیقا برخلاف کلام خداست که میگه همه گناه کردن پس میتونه در سبرت باشه برای ما من خوشحالم که خیلی از شما میگید از ایماندارا میگید که مثلا من ملزم شدم که گناه کردم و توبه میکنم برای گناهتون خوشحال نیستم برای خوشحالم که روغدات شما رو ملزم کرده برای خوشحالم که بین نتیجه رسیدی یا بی تفاوت دیستی. پس وقتی خداوند در هفت, نامه، هفت کلیسا داره نامه مینویسه در کتاب مکاشف باب دو سه بدونیم که میتونه برای ما در واقع سرمش باشه من خودم رو هفت کلیسا در گذشته موضوع کردم فکرم رو کاست باشه هنوز تبدیل نشده سالا پیش ولی هفت کلیسا میتونه هفت ایماندار باشه هفت نو روش شیوه زندگی مسیحی باشه که میتونه خیلی اشتباه باشه ولی ما میتونیم قلبه بیابیم چون که مسیح به هفت کلیسا میگه شما میتونید قلبه پیدا بکنید این آیات فقط نسخه های تاریخی نیستن که بگیم ببین حالا پیدا شده و الان در موزه یا کتاب مقدس شیکوپیک شده بلکه پیام های نبوتی هستن که عیسی به صورت نبوتی به کلیسای قرن اول داره میگه که همونطوری گفتم برای تمام آثار و کلیساها و تاریخ کلیسا کاربرد عملی داره اگه برای اون هفت کلیسا کاربرد داشت برای شما هم داره برای من هم داره این خبر خوبیه نه در هفت کلیسا خداوند به همشون میگه میگه هر کی گوش شنوا دارد بشنود یه مشکل پرانتز ما داریم اینکه که هر چی رو میشنویم به دیگران رب بدیم مثلا برده ناتون در رجوع موضوع صحبت میکنه این به درد اون شخص میخوره این شخص اگه بود توبه میکرد چه خوب بود این شخص اگه بود خوب زندگی میکرد چه خوب بود خب آره ولی شما چی چرا خودمونو داوری کنیم ما در بعد میریم به میز مقدس عاشورا ربای نزدیک میشیم در مراسم کلام خدا میگه هر کس خود رو امتحان کنه چیکارو بقیه دارید مگه میرم آسمان خداوند از دیگران راجع من نمیپرسه از من میپرسه با دیگران چه کردی از من بازخواست بکنه در خدمت چیکار کار کردی طبیعتا من باید جواب بدم به خدا من. ولی من مسئول دیگران نیستم به عبارتی مسئولشون هستم اگر در روزه هستم دعا هستم نمونه هستم اونها رو خدمت میکنم و الگو میشم براشون ولی من مسئول خودم هستم من مسئول خودم هستم ایرانیا چی میگن کلاته به چسب باد نبره موازم خود باش چکار به دیگران داری من الان بیش از هر کس دیگه به فکر خودم هستم که آیا دور خودم رو به کمال میرسونم یا نه آیا کاری که خدا من سپرده رو به خوبی انجام میدم یا نه از روحانی کجا ایستادم بعد به فکر زن و بچم هستم بعد به فکر شما هستم طبیعتا درسته ولی ما باید بدونیم که این چیزهایی که اینجا اشاره میشه به این هفت کلیسا هر کس برای خودش باید بگیره هر کس برای خودش بگیره ما در کلاس های نویمان میگیم میگیم وقتی کتاب هست میخونی بنویس که خداوند برای تو چه پیغامی داره از خداوند بپرس که چی میخوای من بگی در چه قسمتی باید تغییر بکنم در چه قسمتی نیاز دارم که در واقع چالشی رو به وجود بیارم برای خودمون این کار بکنیم کلیسا بر روی حقیقت استوار بیسته حقیقت هر چی یکی از خصوصیات منفی کلیسای زمان آخر که با گناه سازش میکنه کلاس کلیسای لافدوکیه سازش نکنه اگه تو الان سازش کردی تو بکنه سازش نکنه به خودمون چیز ندیم نمره ندیم یه برادر دیروز برای من میگفتش که بر دلاتان من ده روز بود که ملزم بودم یه گناهی که تو زندگی میکردم و برای خودم شرط شد میبوده اشکال نداره خدا میبخشه اینطور ولی ناگهان در جلسه به خصوص که با ما بودن این عزیز نمیخوام کجا بودن در واقع رقدس با قلبش صحبت میکنه و توبه میکنه میگه ساعتا گریه کردم من گفتم به افتخار میکنم که فهمیدی گناه کردی یادم میاد کشیش مرتاد فاتحی سالا پیش در جوانان که مسئول ما بودن گفتن گناه نکنید ولی بله گناه کردید در گناه نمونید توبه کنید شما که داوود گناه کرد بله کار بدی کرد ولی توبه کرد ها پتروس توبه کرد وقتی مسیح انکار کرد ولی یهودا از خودکشی کرد بگو یهودا کجا رفت خودکشی کرد پس قتل کرد به عبارتی بیایم واقعا در حضور خدا فروتن بشیم هر کس خودشو فروتن کنه من برای شما نه فروتن بشم من برای خودم باید فروتن بشم در حضور خدا ولی برای روی حقیقت هم بیستیم کلیسای زمان آخر در مواجهه با آزار و اذیت با جفا وسوسه فرهنگ جسمانی که ما بهش میگیم پیروی از هوای نفس بسیار هوشیارانه باید بیسته برای این نکات مهم آزار و اذیت اول آزار و اذیت آوردم که شدید و شدیدتر میشه شدید و شدیدتر میشه خوب گوش کنید در آینده جفا بر کلیسا نه در ایران در همین آمریکا <تص> در همین آمریکا بوش هم داره میاد در کام میکنن با انتخابات جدید در او دنیا در اسرائیل که یهودیان به مسیح میارن خیلی جفا است براشون آزار و اذیت وسوسه امروز وسوسه همه جا هست تو تلفن وا کنید پر وسوسه است برای همه مردم میگم چرا بخرا میکنید میخوای خوراک روحانی بگیرید خوب به کلیسا بگیرید به کارتون دیگه به زندگی کنید برای چی میچرخید از اینجا به اونجا از اینجا به اونجا از اینجا به اونجا عزیزی از نوکیشان ما هفته پیش اعتراف میکرد که شش من رفتم تو اینترنت و دنبال مطلبی بودم یه شخصی اومد گفت من مسیح هستم منم میدونستم اشتباه شوهر دارم اونم اشتباه میکرد اومد گفت با هم دوست بشیم فلان, فلان به گناه کشیده شد وسوسه تلویزیون وسوسه است فکر نکنه تلویزیون ایران با چادر و روسری هستن وسوسه نیستش پره همه جا وصف... ببندیم ببندیم جایی که بسته بشه ببندیم در همه جا در همه چیز دنیا وسواس است یادم که سالا پیش رفتیم لاس وگاس با خانواده در و دیوار نتوزه نگاه کنه اینقدر گناه بودش همه جا وسواس هستش و فرهنگ جسمانی در زمان آخر بیشتر میشه و فکر میکنن درسته دست میزن گردن هم نگه میگن میخوام ازدواج بکنیم باید هوشیار باشه آمین بگیم بگیم خدا من من کمک کن هوشیار باشم من را کمک کن بیستم پس کلیسای زمان آخر اولین چیزی که باید بدونی که باید آگاه باشه و با ما داریم این کار رو میکنیم الان هفت جلسه هست داریم آگاهی میدیم اطلاعات میدیم آگاه باشیم فصل دو سه بخش انتقادی زمان آخر استش بخش انتقادی زمان آخر استش یعنی جای دیگه هم توبیخ هستش ولی اینجا عیسی مسیح هفت کلیسا رو توبیخ میکنه و انتقاد دو نداشون تو اینجوری باید باشی و نیستی تو اینجوری بودی و دیگه نیستی اول خوب شروع کردی ولی کم آوردی انتقاد میکنه حتما هفت کلیسا رو نگاه بکنیم در هفته که می رو داریم بابا اقلا از بابا اول دوم سوم نگاه کنیم و بعد بر میگم هفته بعد بخشای بعدی رو با هم نگه نگاه خواهیم کرد بهتون افتخار میکنم دوستیزون دارم مثل که تا الان بودید به دست خدا میسپارم تا آخ... فرصت بعدی که یک شنبه خواهد بود که در خدمت تو خواهی بود اگر مای ما کلیسا ساعت دهانه میشه وقت ایران یا ازای صحبت لس آنجلس اگر نه که تو برنامه هایی که در طول هفته داریم در خدمتون هستیم میبوستم تو می موازه به خودتون باشه فیض خداوند با تک تک همه ما و تک تک شما باشه